بهتون فیلم بیبی سیاه رو معرفی کنم که از طریق ششم نوامبر قرار اکران بشه. من قبلا هیچی نداشتم. یه کار ناتموم داریم، باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگردیم. بیوه سیاه طبق خلاصه یه داستان فاش شده از فیلم بلک ویدو با بازی اسکارلت جوانسون، روایتی است از زمان تولد ناتاشا رومانوف در کاگبه و تبدیل شدن به مأموری برای انجام عملیات نهایی آن سازمان. پس از فروپاشی و تجزیه شوروی و زمانی که ناتاشا مأموریت خود را رها می‌کند، دولت تلاش می‌کند تا او را در نیویورک زمان حال به قتل برساند. این خانواده شنیدم جلدی می‌خوای از اینجا جیم شی. دارم روزای سختی رو می‌گذرونم. میدونم که اونجایی. خودم میدونم که تو میدونی من اینجا. خب نظرت چیه بشینیم مثل دوتا آدم بالغ حرف بزنیم؟ اما هیچ چیز ابدی نیست. مگه از این کارا هم میکنیم؟ فیلم مستقل بلک ویدو 15 سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی جریان دارد که رومانوف در آمریکا زندگی میکند. در واقع این فیلم درباره ناتاشا رومانوف معروف به بیوه سیاه در بین وقایع فیلم‌های کاپیتان آمریکا جنگ داخلی و انتقام جویان جنگ ابدیت است. یه کار ناتموم داریم. باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگردیم. خوش به حالمون. منم از دیدنت خوشحال شدم، خواهر. چی باعث شد برگردی خونه؟ هنوزم اندازمه. ناتاشا رومانوف در پی نافرمانی از توافقنامه سوکویا و کمک به استیو راجرز تنها شده و تحت تعقیب دولت است. کارگردانی فیلم بلک ویدو بر عهده کیت شورتلند کارگردان فیلم پشتک خواهد بود. این فیلم قرار بود در ماه می اکران شود که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی سینماها به تعویق افتاد. به به آبجی ناتاشا، پارسال دوست، امسال آشنا. به مردم گفتم یه خواهر دارم که تو غربه. تو یه معلم علومی و تو کجا؟ خونه کجا؟ افتادن دنبالم. و شوهرتم زده تو کار ساخت و ساز و همیشه تو فکر رفتنی، اما بازم میمونی بلکه یه چیزایی تازهی گیرت بیاد. فکر میکردم با کار خوب کردن حداقل میتونم بیشتر از یه آدم کش آموزش دیده باشم. خب اشتباه زدی خواهر من. من که اینطوری نیستم. ما مادرزادی اینطوری. قبل از اینکه عضو انتقام جویان بشم اشتباهی مرتکب شدم. فعلا که ما دستمون بندی یه کار ناتمومه. ما دقیقا کیان؟ و واسه خودم یه چند تا دشمن پروشیدم. اسم سازمانی اون تسک مستره. هنوزم اندازمه. خانواده دوباره دور هم جمع شده. میدونستی چاق شدی؟ اون مسئول اتاق قرمزه. اونا با پای خودشون میرن اونجا، اما دیگه حق انتخابی ندارن. همشون از هلند زن. نسل جدیدی از بیوه ها درست شده. باید برمیگشتم دنبالت. چند نفر اونجا هستن؟ پشتشان دشمنه یه جدیدی اومدن و
ما اگه میخوایم اونا این بلاها رو سر کس دیگه نیارن، باید یک بار برای همیشه برگردیم به همون جایی که همه چی ازش شروع شد. با منم تازگی ها تصمیم گرفتم که دیگه از گذشتم فرار نکنم. بین این که میخوای کی باشی و کی هستی انتخاب کنی. ما یه خانواده ایم، پس ما هم کنارت میجردیم. موفق نمیشی. الان هم بهترین کاری که میشه کرد اینه که گذشتت رو فراموش کنی. خب حالا نقشه ای داری یا من همینطوری سرمو بدوزم؟ خب نه. و من رسیدم و انتخاب کردم. من از گذشتم فرار نمی کنم. همیشه یه خدای جاهایی هست که مجبوری. این دیگه کدوم خرید؟ میدونم که اونجایی. خودم میدونم که تو میدونی من اینجا. خب نظرت چیه بشینیم مثل دوتا آدم بالغ حرف بزنیم؟ اما هیچ چیز ابدی نیست. مگه از این کارا هم میکنیم؟ در برای یه چیزی مطمئنم، این قراره یه تجدید دیدار خیلی خفن بشه. خانواده دوباره دور هم جمع شده. میدونستی چاق شدی؟ یه کار ناتموم داری. باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگرد. خوش به حالمون. منم از دیدنت خوشحال شدم خواهر. چی باعث شد برگردی خونه؟ بیوه سیاه.